جامونه محمدی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. آقای محمدی، آینده نظام سیاسی که در اون رکورد کمتری میزان مشارکت در انتخابات شکسته شده و آرای باطله در برخی از صندوق‌ها از کاندیداها پیشی گرفتن رو شما چطور میبینید؟ از روز اعتراف خدمت شما بینندگان محترم شما عرض کنم که خب در یک جمله بخوام بگم نوعی کلاپس سیاسی و در واقع فروپاشی سیاسی رو ممکن منتظر باشیم، با توجه به اینکه اساساً اون چیزی که شاهد بودیم در همین فضایی که کاملا مهندسی شده و به شکلی حتی تحت فشار جمهوری اسلامی ما شاهد هستیم، می‌بینیم که حتی اون کسانی که در پایگاه خود جمهوری اسلامی هم به حساب میان در اعتراضی که با حضورشون در انتخابات با رأی باطل یا به شکلی اون کسانی که انتظار داشتیم که در پایگاه باشن مثل افرادی مثل آقای نوبخت یا آقای باهنر و عدم در واقع شوخی مشارکت پایگاه اونها نشون میده که این بحث اعتراض و در واقع مخالفت با علی خامنه‌ای خصوصا که حالا در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد در لایه‌های نزدیک به در واقع میشه گفت که ساختار جمهوری اسلامی هم شاهدش هستیم. این در واقع به یه شکلی همون نشون دادن شکاف عمیقی است که بین حاکمیت و در واقع ملت کاملا مشهوده و این شکاف روز به روز داره عمیق‌تر میشه و هرچقدر از این بر فاصله بیشتری ملت میگیرن از حاکمیت، در داخل خود ساختار و قدرت هم در واقع نیروهای تندتر و افراطی‌تر هم که جایگاه بیشتری پیدا بکنن و برای نزدیک شدن به این جایگاه خودشون، به دست آوردن این جایگاه خودشون، کاری جز دمیدن برای این شکاف و در واقع دشمنی با مردم نداره، به خاطر اینکه اساسا سیاستی که آقای خامنه‌ای چیده به گونه‌ای مردم رو در جبهه دشمنان خودش قرار داده و در نتیجه افراد افراطی‌تر و در واقع کسانی که بیشتر سعی میکنن که به جایی که دنبال منافع مردم باشن به دنبال دلبری از آقای خامنه‌ای باشن رو ما میبینیم که وارد صحنه میشن و این نشان از این داره که دیگه عملا فضای سیاسی بسته است. نشوناش هم میتونیم ببینیم، یعنی بعد از انتخابات در قدم اول بازار واکنش خودش نشون میده، در فضای بین المللی در واقع تفسیری که از فضای داخل ایران میشه تمام امیدها برای هر گونه ارتباط رو در واقع میبنده و در رسانه‌های در واقع بین المللی هم کار مشهوده، یعنی هم در داخل و هم در خارج واکنششون کاملا منفی بوده و این نشان از این داره که در واقع فضای سیاسی داره به سمت بسته شدن و در واقع تحت فشار بیشتر قرار گرفتن داره حرکت میکنه. آقای محمدی، پیروزی چهره‌های تندرو و راه نیافتن بسیاری از اصولگرایان سرشناس میانه رو آیا همون خواسته اصلی حاکمیت نبود؟ منظورم این هستش که نتیجه‌ای که از صندوق‌های رأی بیرون اومد یا همون چیدمانی نبودش که علی خامنه‌ای در نظر داشت؟ ببینید، به هر حال علی خامنه‌ای با این روند، این در واقع محصول یک پروسه بلند مدتی است که علی خامنه‌ای دنبال می‌کنه. پرورش نیروهایی که ما می‌بینیم که این نیروها تحت عنوان حالا به روایت از رویش آقای خامنه‌ای مطرح میشه، با حذف تمام چهره‌ها چه در فضای دانشگاهی چه در فضای سیاسی و کسانی که دارای سابقه بودند، دارای پایگاه بودند، در واقع برنامه علی خامنه‌ای بود برای اینکه افرادی رو بیاره که این افراد جویای نام باشن، به شکلی چهره‌های بدون پایگاه باشن و بله قربانگویانی باشن که در زمان بحث جانشینی و در واقع اون میل کردن به سمت اون حکومت اسلامی که علی خامنه‌ای مد نظرش هست، دیگه کسی چرا نگه، کسی در واقع سوال نپرسه و کسی به دنبال اینکه بخواد از سمت مردم در واقع صدای رو بلند بکنه وجود نداشته باشه. این مسیر مسیری نیست که امروز در واقع علی خامنه‌ای بخواد با این انتخابات دنبال بکنه. یک پروسه بلند مدتی بوده که این روند رو طی کرده که از زمانی که در واقع اختلافش با آقای هاشمی رو دنبال کرد برای اینکه آقای هاشمی و اون جریان رو حذف بکنه، هم از اساس گفتمانی هم از اساس ساختاری که در قدرت چیدی مسیر رو طی کرد و امروز مشاهده این هستیم. یعنی به نوعی این چیدمان از قبل طبق برنامه علی خامنه‌ای اتفاق افتاده، اما نکته مهم اینه که وقتی که شما به این سمت حرکت میکنی و به نوعی تبدیل میشه از این به خالص‌سازی و یکدست‌سازی، اون بلایی رو که در واقع شامل حال همچین سیاستی میشه اینه که این اختلافات و در واقع جنگ قدرتی که بین همین گروه هایی که تحت عنوان اصولگرا یا تحت عنوان انقلابی وارد فضا میشن باعث میشه که دیگه در واقع سطح، چون اساس گفتمانی خب بسیار جمهوری اسلامی به گل نشسته، یعنی این گفتمان ارزشی و انقلابی ما داریم میبینیم که هیچ گونه استقبالی ازش نمیشه. اون چیزی که میمونه اینه که در واقع در جنگ قدرت و رقابت ها به جای اینکه این رقابت ها به نفع مردم تموم بشه، از این ور میاد به سمت در واقع حاکمیت، برنامه های ضد مردمی دنبال میشه و بعد بحث فساد ها و در واقع رقابت های داخلی به لوس شدن تمام اون در واقع روابط داخل ساختار و قدرت خط خواهد شد که عملا در واقع میره به سمت نوعی فروپاشی سیاسی. بله، سپاس از شما جامونه محمدی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید.